<applause> نام خدا شاگرده عزیز سلام خوب هستین بخیر هستین جور و صدمند باشین شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما ریاضی میخوانیم ریاضی سنف چندم ریاضی سنف اشتم با هم دیگه میخوانیم درست است؟ اما فصل چندم شروع میکنیم امروز بخیر فصل دهم شروع میکنیم و عنوانش چی است؟ احسایه یا آمار درست است؟ احسایه یا آمار میخوانیم که چی است؟ اما عنوان که ما و شما امروز باید بخوانیم چی است؟ اول جدول کسرت یا جدول فریکونسی را میخوانیم درست است جدول کسرت یا جدول فریکونسی ما گفته میشه که اگر یادتان باشد ما در سال گذشته در سنف هفتم هم خواندیم جدول کسرت ها. اما ما کمی پیش, پیش رفته تر میخوانیم سوال های مشکل تر میتونیم کار کنیم و جدول کسرت هم میفهمیم چی است و در آخر هم اجزای جدول کسرت میخوانیم یک جدول کسرت که ما, ما و شما داده میشه گفته همین جزء چی نام داره و معنایش چی است باید بفهمیم درست است خب شاگرد عزیز ما اول تشکر میکنم از شاگردهایی که کارخانه گیر به ما روان کردن از طریق چی از طریق واتس نمبرش هم 20964 780 255 40 13 و او شاگردایم که روان نکردن لطفاً با ما روان کنن خب شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است فصل دهمه ده شروع میکنیم احسایه یا آمار درست است پس نوشته میکنیم از سر تخته عنوان فصل ما و شما چی است احسایه یا هموچه آمار برش میگیم اگر یادتان باشد شاگرده عزیز در صنف هفتم در, در سال گذشته ما و شما احسایه رو خواندیم چی است گفتیم که احسایه یا آمار یک علم است و علم چی؟ علم بررسی جمعآوری و بررسی اطلاعات عددی یعنی هر اطلاعاتی که ما اوشو به شکل عدد داشته باشیم امی علم احسایه او را کار داره و میتونیم او را چی؟ تجزیه تحلیل کنیم درست است؟ خب بعد از اوک خو یاد بعد اگر یادتون باشه دیتا گفتیم چی است اما اطلاعات اولی که ما و شما نوشته می کنیم ثبت می چه رقم هر رقم میشه بعد از اون فرق ما کنه با مشاهده هست با آزمایش هست استفاده از داده ها یا اطلاعات از قبل تهیه شده است این کل اینا رو میشه دیگه نه یا چی است با ما میگیم چی دیتا اطلاعاتی که اولیه و هنوز ما و شما اون پروسس یا پردازش نکردیم پس دیتا رو میفهمیم خب, خب اما اطلاعات خام مثلا گفتم اطلاعات خام یا اطلاعات اولیه رو به اون میگیم دیتا پس ده کتاب ما شما دیتا زیاد نوشته کرده پس اینو بفهم صحیح پس هم اطلاعات اولی که ما شما داده میشه اما میشه چی دیتا ما شما رو باید پروسس کنیم پردازش کنیم و دسته بنده کنیم و روی ازو باز عملیات که انجام دادیم باز نتیجه گیری میکنیم درست است خب اما جدول کسرت هم یاد تا سال گذشته ما و شما خواندیم جدول کسرت یا جدول فرکانسی هم میگفتیم اگر یادتان باشه نه جدول فرکانسی یا جدول کسرت گفتیم که ما اگر چند تا دیتا خام یک اطلاعات خام دیتا داشته باشیم اگر بخوایم از روی از اون تجزیه تحلیل کنیم نتیجه بگیریم کمی مشکل میشه درست است چون کمی او اعداد پوش هم اعداد هم دیگه پوش سر هم هستند و تجزیه تحلیل از بر ما کمی مشکل میشه با او خاطر اومدیم جدول فرکانسی رو جور کردیم گفتیم یار یک جدول میندازیم مرتب و منظم میشن و از روی جدول آسان تر میتونیم نتیجه گیری کنیم درست است به عنوان مثال اگر باشد یک مثال کار میکنیم شاگرد عزیز یک مثال کار میکنیم و گفتیم که مثال چی میکنیم میریم از چند خانواده در کابل ما و شما پرسان میکنیم از چند نفر که فامیلتون چند نفر است صحیح است دم چند نفر وجود داره خب 5 نفر 6 نفر دو نفر یک نفر هفت نفر نوشته میکنیم به عنوان مثال ما از ده نفر چی کردیم از 10 نفر سوال کردیم که تعداد اعضای فامیلتون چند تاست صحیح به ما شما داده شده گفته یک دو پنج 7, دو یک دو سه 4, پنج سه دو 4, هفت و 9. 1, دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده ده نفر پرسان کدوم اطلاعات به ما شما داده ممکن حال سا... چی است ما سوال کم کار میکنیم شاگرد عزیز تا مثال بیشتر نمیزنم ممکن 50 نفر ما شما سوال کنیم صحیح است یا خیلی بیشتر سوال کنیم حال ما یک مثال کوچک براتون میزنیم که بفهمیم خب این گفتیم اطلاعات به ما شما داده شده حال ما یک جدول فرکانسی یا جدول گفتیم جور میکنیم میتونیم بهش یک برش جور کنیم دقت کنید بگیم که تعداد افراد خانواده یا فامیل صحیح که بگیم که این هم چی میشه تعداد خانواده ها خب تعداد افراد فامیل ده یک فامیل ما گفتیم فامیل های یک نفری دو نفری سه چهار پنج شش هفت هشت و نه نفری فامیلای خانواده‌ای که یک نفری باشد، دو نفری باشد، سه نفری، چهار نفری، پنج نفری، شش نفری، هفت نفری، هشت نفری، نه نفری نوشته کرد. خب خانواده یک نفری چند تاست؟ باید شمار کنیم. تعداد از یار بشماریم. تعداد از یار یک نفری فقط یک تا داریم. من روش خط که از پیش ما غلط نشه. پس یک تاست. خانواده دو نفری، دو نفری چند تا داره؟ یک تا دا اینجا داره. یک تا دا اینجا داریم، یک تا در دا اینجا. داریم. پس سه تا خانواده داریم که دو نفری هستن. صحیح؟ پس نوشته کردیم. و خانواده سه نفری خانواده سه نفری فقط چی هست ما باز خط میزنیم یک تا دا اینجا داریم فقط پس یک تا نوشتن میکنیم خانواده سه نفری خانواده چهار نفری چند تا داریم خانواده چهار نفری ما شمار میکنیم فقط یک تا دا اینجا داریم یک یک تا و خانواده پنج نفری هم یک تا فقط داریم خانواده شش نفری هج نداریم دقت دیتای ما شما شش نوشته نشده دیگه نه ما شما شش نداریم پس این میشه صفر خانواده و خانواده های نفری که آف... چی داره؟ نفر داره در فامیلشان چند تا داریم؟ یک و دو تا داریم فامیل های اش نفری اج نداریم سفر و نو نفری هم یک تا داریم خب دقت کن شاگرد عزیز این چی شد جدول کسرت یا جدول فریکونسی که سال قبل ما و شما خوانده بودیم درست است بعد من یک یادآوری از سال قبل برای شما کردم پس میشه چی اگر یادتان باشد به می اعداد نوشته تعداد که شمار میکنیم چند تاست به این چی مطلق دقت کن به گفته میشه مطلق تعدادی که ما و شما شمار میکن و میکنیم و نوشته میکنیم و جمع یا کل جور کنه به ما و شما کل دیتا ما و شما چند 10 تا با جمع بسازیم 10 باید دقت کنید یک جمع میشه 4 5 6 7 2 و یک هم میشه 10 که تا میشه پس این جدول فریکونسی که سال قبل خب ما و شما خواندیم بسیار آسان بود درست است اما بعضی وقت ما و شما دیتا که ما و شما داده میشه به ما و شما تعدادش زیاد است خیلی زیاد است و اگر ما جدول فریکونسی را دقت کنید یک، دو، 3 4 5 6 7 8 9 ما و شما به نوشته کنیم خب خیلی جدول ما و شما چی از سوال کم است و مشکل نیست اما با نان سال دیتا ما و شما چی باشد نمرات ریاضی یک یک باشد نمرات ریاضی که در یک سنف گرفته در درس ریاضی در یک سنف گرفته میشه خب از صفر میتونه باشه تا یکصد صحیح است بعد ما جدول فرکانسیش از صفر تا یکصد نوشته کنم نمراته خب کمی مشکل میشه درست است با اون خاطر ما میایم چی میکنیم یارا دسته بندی میکنیم در دسته های به عنوان از صفر تا ده نمرات صفر تا در یک دسته میندازیم از 10 تا 20 یک دسته دیگه میندازیم از 20 تا 30 و تا تا ما تا 90 تا 100 دسته آخر ما شما میشه صحیح پس بعض وقتا دیتا ما شما چون زیاد است و چی است تعدادش خیلی زیاد میشه ما اگر به شکل تک تک نوشته کنیم یاره خیلی جدول فرکانسی ما شما کلان میشم به خاطر ما میایم دسته بندی میکنیم درست است پس معیار پاک میکنم یک تا مثال کار میکنیم که اینو دسته بندی کنیم درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز به عنوان مثال دقت کنید مثال دیتا های زیل نمرات ریاضی شاگردان یک سنف می باشد یک سنف یک سنف چندم بگیم با نام مثال افتم بگیم هشتم بگیم یک سنت هشتم می باشد خب جدول کسی از جدول فرکانسی شه جور کنید ما جور میکنیم پس ما اول دیتا رو نوشته کنم شاگرد عزیز دقت کنید دیتا که به ما شما داده شده گفته که 5 خو یک نفر درس نخونده 5 گرفته صحیح است 25 40 50 67 92 100 خب یک درس خوان بده دستن، یک گرفته نمره خوان درس خوانده کامل نمره کامل گرفته یک دو سه چار پنج شد خب یه افتا دیگه چند باشه اشتاد اشتاد دو دو سی و چار پینجا و پنج شست و افت افتاد اشتاد باز گرفته یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، یک تا دیگه هم نوشته کنیم، دیگه چند باشه، بابا مثال گرفته، نوه، دو، نو، صحیح پس چند تا شد، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، افت، اشت، نو، ده، 11 12 13 14 15 نفر در سنف ما شو 15 نفر وجود داشته و این نمرات نمرات ریاضی چی است سنف هشتم این رو گرفته نمرات درست است خود جدول فرکانسی چه جور میکنیم ما جدول فرکانسی رو با خاطر جور کنیم شاگرد عزیز میایم چی میکنیم باید نمرات دسته بندی کنیم نمره 0 1 2 کج نوشته کنیم خود جای نمیشه جدول ما بسیار کلان میشه صحیح است با اون ما بیایم بهش اگر نوشته کنیم بگیم که شاگرد عزیز بگیم این نمره این تعداد شاگردان بگیم نمره صفر چند نفر گرفته باید بنوشمار شمار کنیم نمره یک نمره دو نمره سه چهار پنج شش تا صد خب جزل کلا جزل فرکانسی ما شما خیلی کلاد میشه پس با او خاطر ما نمیتونیم جدا جدا نوشته کنیم پس یار میایم چی میکنیم شاگرد عزیز بندی میکنیم پس همین جدولی که ما شما جور میکنیم برش دسته جور میکنیم دقت کنیم شاگرد عزیز همین ما چی جور همین نوشته میکنیم که چی نمره ما و شما درست است هم چی میشه تعداد شاگردان تعداد شاگردان دقت کن شاگرد عزیز خب دقت کنید نمره ما و شما رو دسته میکنیم دیگه صفر یک نوشته نمیکنیم میگیم که از صفر تا بس بعنوان مثال چند خو اگر یاد اگر دیگه فیلم دیگه ما و شما تا 50 را میگیم ناکامی است تا 49 دیگه نه 50 کامیابی میشه و 49 را خود میفهمیم که چی قبل 50 ناکامی میشه پس از صفر تا 50 نوشته میکنید دقت کنید خود 50 کامیابی است به خاطر عالی از بعد چی میگیم از 50 تا با نام مثال 60 از 60 تا 70 50 تا 60 از 60 تا 70 از 70 تا 80 چک میکنیم و از 80 تا 90 و در آخر از 90 تا یکصد. دقت کنید یک دو سه 4 پنج 6 تا ما رو شما جور کردیم خب شاگرد عزیز دقت کنید یک نکته ممکنه سوال براتون پیش اومده باشه استاد اون نفری که 70 گرفته دید سه اول دوم سه اون ده دسه چهارم سه دسه سوم است چون اردوش 70 داره گفتیم از 60 تا 70 از 70 تا 80 سیست به خاطر در ما شما در درس خود ما شما معمولا در کتاب به شکل میگیره از صفر تا 50 50 را در دسته دوم ما شما در نظر میگیریم پس خود صفر است اما خود 50 نیست به خاطر بعضی از کتاب ها از صفر تا 50 نوشته میکنه از صفر تا 49.9 49.9 به شکل نوشته میکنه صحیح ولی بهتر ما 50 نوشته ولی 50 نگیریم پس دقت کنید ما شما به نوشته میکنیم نوشته میکنیم صفر قوس متوسط میگیریم یعنی خود صفر وجود دارد اما پنجا که ما شما نوشته می کنیم قوس خرد میمانیم قوس خرد یعنی خود پنجا شامل نیست این بهتر است ما شما میگیریم صحیح پس از صفر تا پنجا که خود صفر شامل است اما خود پنجا شامل نیست یعنی هر چه عدد هر چه نمره بین صفر تا پنجا باشه قبول است دیدیستا پس به این شکل نوشته می کنیم پنجا را ما قوس متوسط میگیریم و چی 60 قوس خرد میگیریم یعنی 60 خود شامل نیست 60 پس دیدی سوم شامل است پس میارم و به این شکل نوشته می کنم کل شما ایشک جور میکنیم شاگرد عزیز یا که چی میشه پس ما شما دسته بندی کردیم یعنی که قوس متوسط مادام من خود شامل است قوس خرد یعنی خود شامل نیست پس فهمیدین چه رقم شد دیگه نه عمل عدد 50 چی است در دسته اول نیست در عدد در دسته دوم باید قرار گرفته شود پس چی چه دسته ما شما دسته بندی کردیم حالا بریم چی میکنیم شاگرد عزیز حالا میریم شمار میکنیم که تعداد شاگردا چند نفر نمره 0 تا 50 گرفته نمره 0 تا 50 بریم شمار کنیم نمره صفر تا پنجاه را شاگرد عزیز من به شمار میکنم صفر تا پنجاه من روش خط میزنم است خب یک تا 25 دو تا چل سه تا قبول است میگم نه خیر پنجا در دیسه دوم گفتیم قبول میکنه دیسه اول قبول نمیکنیم سه است پس پنج یک دو سه یعنی سه و چار سه است چار چهار تا فقط داریم دیگاش از پنجا بالاتر است پس چی نوشتن میکنیم شاگرد چی نمره سفر تا پنجا گرفته درست شاگرد عزیز خب دیسه بعدی از پنجا تا شست شما رو کنید چند تا شاگرد از پنجا تا شست گرفته که خود پنجا قبول است اما خود شست قبول نیست فکرتان باشد پنجا قبول است اما شست قبول نیست یک داده اینجا پنجا و پنج دو تا دو تا فقط داریم درست است پس چی شد دیگه نشتا میکنیم دو دو تا شاگرد نمره بین 50 تا 60 گرفته و نمره 60 تا 70 نمره 60 تا 70 خود 60 قبول است اما خود 70 قبول نیست 60 تا 70 چک میکنیم 60 تا 70 پس یعنی 67 یک تا میشه یعنی 67 دو تا میشه صحیح است خود 70 قبول نیست دیگه گفتیم 60 تا 70 خود 70 قبول نمیکنه پس فقط چی داریم دو تا داریم یعنی هم دو تا آل افتاد تا اشتاد افتاد خودش قبول است اما اشتاد قبول نیست افتاد تا اشتاد چیک میکنیم؟ افتاد تا اشتاد اشتاد قبول نبود دیگه سیست و یک تا فقط چی داریم؟ افتاد داریم پس در دا اینجا میشه چی؟ یک تا خب اما اشتاد تا 90. خود اشتاد قبول است اما نود قبول نیست چیک میکنیم؟ اشتاد تا 90. اشتاد دو یک تا اشتاد دو تا این 80 3 تا پس 3 تا موقع شما چی داریم نمره بین 80 تا 90 داریم و در آخر نمره 90 تا 100 که دقت کن چون دسته بعدی نداریم پس ما و شما یعنی 100 هم باید داخل همین دسته در نظر بگیریم چون دسته بعدی نداریم که 100 و دسته دیگه قرار داشته باشه صحیح پس با اون خاطر دسته آخر 90 100 هر قبول میکنیم با خاطر قوس متوسط و قوس متوسط میمانم درست است خب شمار میکنیم نمراتی بین 90 تا است 90 تا صد. چی داریم؟ یک تا در دا اینجا داریم دو تا سه تا در دا اینجا داریم پس سه تا چی شد؟ شاگرد داریم که نمره بین 90 تا 100 گرفته درسته شاگرد عزیز خب پس ایشو جدول فرکانسی یا جدول کسرت این دیتا رو ما شما نوشته که ما دیتا اگر می‌خواستیم نتیجه گرفتیم کمی مشکل می‌شد ولی دای دا بسیار آسان‌تر است درست است اول که بین 90 تا 100 چند نفر نمره گرفته سه نفر درسته جاگرد عزیز بین دسته اول دسته دوم دسته سوم دیسه, دیسه, دیسه چهارم پنجم دیسه ششم کمترین نمره را کدام دسته گرفته دسته چهارم سه است. اول دوم چهارم که یک نفر بین 70 تا 80 نمره گرفته سیست دو نفر بین 60 تا 70 نمره گرفته دو نفر بین 50 تا 60 و چهار نفر بین 0 تا 50 سه نفر بین 90 تا صد درست است پس فام میدون چی شد پس شد چی شاگرد این شد جدول کسرت یا جدول فریکنسی امی دیتا نوشته کنه و دسته بندی کرده فاهم چرا خم شده دیگه شاگرد عزیز؟ خب اما یک نکته بسیار مهم یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز ما اگه امی تعداد شاگرده که نمرات که گرفته چند تا نمرات هست یا که اطلاعات که نویشته کردیم به امی گفتیم چی میگیم؟ میگیم فریکنسی مطلق دقت کن فریکنسی مطلق برش میگیم سایست یا کسرت مطلق برش گفتم میشه خب امی رو جمع بساز کلشه سه سه میشه چند؟ شش یک، عفت باید دو میشه آش ده, آنو, فیس, نو سعی نو کدی دو میشه چند 11 و ای 4 هم میشه 15 اگه کلش جمع بسازیم دقیقا میشه 15 و باید دقیقا چی باشه شاگرد عزیز تعداد کل دیتا های ما و شما باشد اگر این ما جمع کردیم میشد 14 یعنی یک جا غلط کردیم اگر شد ابدا یک جا غلط کردیم باید ببینیم چک کنیم کجا غلط شده است پیش ما و شما صحیح پس این می که ما و شما ای کل این عدد جمع بسازیم باید دقیقا کل دیتا هایی که ما اول به ما و شما داده باید تعداد همیا شود درست است شاگرد عزیز پس چی شد این از جدول کسرت و جدول فریکنسی دتار رو ما میتونیم با دیستبندی جد... م... چی تر نوشته کنیم منظم و, و مرتب کنیم درست شاگرد عزیز؟ <موسیقی> خب شاگرد عزیز و گرامی پس عنوان اول ما و شما خلاص شد جدول کسرت درست است و فهمیدیم که ما و شما دیتای ما و شما اگر زیادتر باشد و دیتا ما سوال ما و شما اگر متفاوت باشد ما باید چی کنیم شاگرد عزیز بیایم بندی کنیم و در بندی بسیار آسان‌تر میتونیم چی کنیم جدول کسرت را ترتیب کنیم و بفهمیم که جدول کسرت چه رقم میشه و تجزیه تحلیل و نتیجه گیری کنیم درست است و فقط دقت کنید شاگرد عزیز مرتون گفتن که جدول کسرت که ما و شما کنیم میکنیم بندی گفتیم عدد قبل وجود داد اما عدد بعد دو دسته شامل نمیشه یا باشد درست خب پس شاگرد عزیز عنوان اول ما و شما خلاص شد اما عنوان دوم اجزای جدول کسرت آلی ما فرتخته سر تخته اما جدول کسرت که داریم امور مبرتون نشان میتونم که امید جزه هایی که دایی وجود داره نامشان چی است درست است چند جز ما داریم که شما باید بفهمید پس همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی اما اجزای جدول کسرت چی هست؟ جدول کسرت فهمیدیم؟ درست است مثال کار کردیم در اینجا دیدین دیگه این مثال کار کردیم و جدول کسرت برش نوشته کردیم این شد چی؟ جدول کسرت اما دقت کن شاگرده عزیز در هر دسته که ما و شما داریم یعنی دسته اول صفر و پنجاهی معنای چی است یعنی بیشتر کمتر عددی که دائم میتونه قرار بگیره صفر است و بیشتر عدد ما و شما 50 نیست 49.9 که ما و شما به نوشته کردیم گفتیم 50 رو نوشته میکنیم اما چه قوس خرد میمانیم یعنی که خود پنجا شامل نیست پس از صفر تا 50 عدد میتونه دائم قرار بگیره و در دسته دوم 50 تا 60 که خود 50 شامل هم خود 60 شامل نیست دقت کن شاگرد عزیز پس هر دسته که ما و شما داریم این عدد پایینی رو بهش میگیم سرحد پایین و این عدد بالایی رو بهش میگیم سرحد بالا پس سرحد پایین و سرحد بالا رو میفهمیم عددی که در دسته در سمت چپ نوشته میشه سرحد پایین و عددی در سمت راست نوشته میشه میشه سرحد بالا درست است پس نوشتن میکنیم سرحد پایین سرحد پایین بانده ای برنوشتن میکنم عزیز سرحد پایین دسته اول خب شاگرد از دسته اول ما شما نیستم سرحد پایین چند است صفر است آفرین اما سرحد بالا سرحد بالا چی میشه دسته اول سرحد بالای دسته اول شاگرد عزیز میشه 50 همین عددی که سمت راست نوشته میشه پس چی شد سرحد بالا درست است پس سرحد پایین و سرحد بالا رو فهمیدیم چی است صحیح بعضی از کتاب به جای سرحد کران هم میگه کران پایین کران بالا و اما با ما کتاب ما شما سرحد گفته پس سرحد پایین و سرحد بالا هم میفهمیم چی است درست است و به این اعداد که نوشته کردن به یاد گفتیم میگیم فرکانسی مطلق یا کسرت مطلق را خوب بفهمید هم که سرحد پایین سرحد بالا را و یک نکته دیگه ما و شما در دا دسته داریم و طول دسته است طول دسته چیست؟ اگر سرحد بالا را منفی سرحد پایین بسازی میشه طول دسته دریافت میشه اما طول دسته اول ما چی میشه طول دسته اول طول دسته اول ما و شما میشه سرحد بالا پنجا منفی صفر. جواب میشه پنجا سیست پس طول دسته اول ما و شما چند شد شاگرد عزیز؟ پنجا شد اما طول دسته دوم شست منفی پنجا بسازی چند میشه؟ ده میشه جواب سیست پس طول دسته دوم دست دسته سوم هم دست دسته چهارم پنجم ششم فقط دیسه اول طولش 50 است اما دیگر دیسه ما و شما طولش 10 است چون سرحد بالا منفی سرحد پایین طول دیسر به ما و شما متر است پس دقت کن در که داریم میگه طول دیسر در دریافت کو. طولش آسان است که چی میکنیم سرحد بالا منفی سرحد پایین میسازیم و جواب می میکنیم اما میشه چی طول دیسه سرحد بالا و سرحد پایین هم فهمیدیم طول فهمیدیم اما یک نکته بسیار مهم داریم چی از او چقدر عزیز یک نکته بسیار مهم در جدول کسرت و جدول فرکانسی داریم مرکز دسته یا وسط دسته برش میگن سه است وسط دسته یا مرکز نوشته وسط دسته چرا خم است؟ ار دسته شما سرحد پایین جمع سرحد بالا تقسیم بر دو دقت کنید سرحد پایین سرحد پایین ما شما دهی اول سفر است جمع سرحد بالا پینجا تقسیم بر دو بسازید صفر جمع پینجا میشه چند؟ پینجا تقسیم بر دو بسازید میشه بیست و پنج پس وسط دسته اول ما شما مو بیست و پنج است وسط دیس دوم ما و شما 50 را جمع 6 بساز، تقسیم بر 2 بساز. پس 50 پنجای... جمع 6 تقسیم بر 2. 50 و 60 اگر با هم دیگه جمع بسازیم چند میشه شاگرد عزیز؟ 50 و 60 جمع بسازیم میشه 110. تقسیم بر 2 بسازیم 50 و 50 فرین. وسط دیس دوم یا مرکز دیس سوم ما و شما چه میشه؟ شافت جمع 70. پس 60 جمع 70 تقسیم بر 2 بسازیم. 6 جمع افتاد میشه یکصد سی تقسیم بر دو بسازیم میشه شست و پنج و دسته بعدی دسته بعدی رساب 70 جمع اشتاد تقسیم بر دو میشه یکصد تقسیم بر دو بسازیم میشه افتاد و پنج و دسته اشتاد تا 90 اگر مرکزش دریافت کنیم میشه اشتاد جمع 90 تقسیم بر دو بسازیم اشتاد جمع 90 بساز میشه چی تقسیم بر دو بسازیم میشه 85 سیست و در آخر دسته آخر هم اگر جمع بسازیم 90 جمع 100 90 جمع 100 تقسیم بر دو بسازیم میشه چند 190 تقسیم بر دو میشه 95 سیست پس ما و شما وسط دسته یا مرکز دسته را فهم بدیم چرا خم است فرمول چست؟ سرحد پایین جمع سرحد بالا تقسیم بر دو پس این چه شد وسط یا مرکز دسته را با ما شما در کارخانی گست گفته دریافت کنیم که ما و شما بسیار آسان بتانیم دریافت کنیم درست است پس شاگرده عزیز با شما جدل کسی از جدل فرکانسی را فهمیدیم گفتیم که های ما و شما اگر چی باشد زیادتر باشد و ما و شما میتونیم چی کنیم او را باید دستبندی کنیم در بندی را میفهمیم سرحد پایین سرحد بالا که معمولا سرحد پایین در خود دیسه است اما سرحد بالا در خود دسته وجود ندارد چون 50 دی هم 50 است اگر ما 50 پی، بگیریم یا عدد 50 را دی نوشته کنیم دی نوشته کنیم با او خاطر غلط نشه این قرارداد میکنیم که ما و شما سرحد بالا را در خود دسته نمیگیریم اما سرحد پایین در دیسه شامل میشه درست است با خاطر این قوس متوسط ماندم و این قوس خرد ماندم کوچک ماندم درست است قوس کوچک یعنی خود شامل نمیشه اما قوس متوسط یعنی خودش شامل میشه خب گفته به عدد پایین میشه سرحد پایین عدد بالا میشه سرحد بالا رو فهمیدیم طول دسته رو گفتیم طول دیسته میشه سرحد بالا منفی سر حد پایین طول دسته 50 منفی میشه 50 صحیح خو سرحد دو اینا رو خفا خب میدیم طولم و بعد گفتیم به این اعداد میگیم فرکانسی مطلق یا کسرت مطلق دقت کنید، کسرت مطلق یا فرکانسی مطلق و وسط دیستر هم که فرمولش تانیسیم دریافت کنیم سرحد پایین جمع سرحد بالا تقسیم بر دو درست است پس اجزای یک تا جدول کسرت یا جدول فرکانسی به این شکل است که با ما شما ما باید بفهمیم معنای اینا چی است وقتی میگیم این دو معنایش چی است شاگرد عزیز یعنی دو نفر دو شاگرد در سن وجود داره که نمره از اونها بین 60 تا 70 است دقیقش میفهمیم نه دقیقش نمیفهمیم فقط میفهمیم اگر ما دیتا نداشتم این شاگرد عزیز یعنی دیتا رو به ما شما نده فقط یعنی جدل کثرت به ما داده باشه شما میفهمید که یعنی عدد که دو است این عدد دو است معنای شد که دو تا شاگرد داریم که نمرش بین 60 تا 70 است چه نمرات است نمیفهمیم فقط میدانیم بین 60 تا 70 گرفته ممکنه 60 گرفته باشه 61 62 63 تا 69 خود 70 این نفر که میفهمیم دیگه درست است فقط این دو نفر دو تا شاگرد این نمره را گرفته نمره دقیقش اگر ما دیتای اولیار نداشته باشیم نمیفهمیم به عنوان مثال این عدد 3 است معنای 6 است سه تا شاگرد وجود داره که نمرش بین 90 تا 100 است حال ممکن 95 باشه 96 باشه 92 باشه 90 باشه 91 باشه یا 100 باشه فرق نمیکنه دیس آخر دقت کن شاگرد خود 100 هم شامل هست چون دیس آخر هستی که دیس بعد از اون نداریم دیگه صحیح است فقط دیس آخر به این شکل است که اردو شامل است اما دیگه دیس تا سرحد پایین شامل است سرحد بالا شامل نیست پس این شاگرد عزیز چی از اجزای جدول کسرت خب شاگرد عزیز و گرامی پس اجزای جدول کسرت هم فامیدیم چی هست سرحد پایین سرحد بالا مرکز یا وسط دسته طول دسته یا کلش هم فامیدیم و کسرت مطلق یا فریکونسی مطلق برش میگیم درست است؟ اما شاگرد عزیز و گرامی کارخانگی کارخانگی تمرینای صفحه 222 در 224 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتسپ نمبر شم 20964 780 255 4013 خب شاگرد عزیز گرامی پایان درس اول از فصل دهم ده عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا فستان.